به نام خداوند یکتا با عرض سلام بر شما بیننده های عزیز افغان نیوز با برنامه کاوش خبردار خوش آمدید. لیبیان کشوری است که در خاورمیانه موقعیت دارد و از مدد 42 سال بدین سو معمر القذافی بالای آن حاکمیت استبدادی می کند. بالاخره مردم لیبی از استبداد قذافی به سطو آمده و از مدد 6 ماه بدین سو مردم به خاطر سقوط قذافی به مظاهرات دست داده است. این موضوع را با مهمانان گرامی خود هر یک محمد اسحاق قدمر تحلیلگر مسائل سیاسی، عاشق الله یعقوب ژورنالیست و انجینر متی الله خروتی تحلیلگر مسائل سیاسی به بحث میگیریم. مهمانان عزیز سلام بر شما و برنامه ما خوش آمدید. آقای ادمر با شما آغاز میکنم. موضوع کنونی لیبیا را شما چگونه به بحث میگیرید؟ تشکر از شما، سلام خدا به شما و مهمانان گرامی و همچنین بینندگان عزیز تقدیم میکنم. اگر یک کمک به پسینی خود رهبر انقلاب لیبیا نظر پرتیم، میبینیم که شما میبینید در سالهای 1950 در طول دهه 1950 کشورهای عربی میخواستن یک نشنالیزم عربی را تشکیل بدن، چنانکه در سال 1951 جمال عبدالناصر کودتا کرد و مصر رهبری مصر گرفت و در سال 1948 زمانی که اسرائیل جنگ اسرائیل با عربا آغاز شد، عربا این را درک کردند که باید اینا تحت یک نظام عربی تشکیل سیاسی بدن و در گذشته اگر ببینین خود معمر القذافی در سال 1969 زمانی که تازه از مکتب نظامیه امو وقت که البته یک فاکولتی نظامی بود فارغ شده و یک تعدادی از دوستان و همسنفانش، اینا خواستند که حکومت شاهی وقت محمد ادریس اینا سرنگون بسازن، چون که اینا این حکومت سرنگون ساختن. قذافی چند بار تلاش ورزید که بتانه به شکل یک رهبر کشور عربی ظهور بکنه، چون که پیشنهاد با مصر داشت که ادغام لیبیا و مصر را پیشنهاد کرد که بعد از اندک زمان از طرف جمال ناصر رد شد و همچنین بعضا خواست که لیبیا را که دید تونس یک جای بکنه و هم یک اتحادی بسازه که بین خود لیبیا، مصر و سوریه که این تقریبا یک کشورهای متحده عرب بود و میخواست که اینا رهبری را، گرچه در اول جمال عبدالناصر بود و پس آنها میخواست که به نقش قدم جمال عبدالناصر پای بگذاره و بتانه که می رهبری کشورهای عرب بگیره. آقای ادمر اگر مشخصا سر جواب سوال برای مرزوی شما از تحولات اخیر لیبیا چی است؟ ببین سلسله میتیم را نسبت میتیم تحولاتی که امروز در شرق میانه مخصوصا در کشورهای به ظهور میپرونده شما دیدین تونس بود، به تعقیبش مصر بود و به تعقیبش لیبیا را ما میبینیم. در حقیقت یک سونامی سیاسی است که از تونس آغاز شد و به مصر و بالاخره لیبیا و سلسله سونامی بنا باور ما که به کشورهای دیگه عربی کشانیده میشه، از آن جمله هدف چهارمیش امکان داره که سوریه باشه، بحرین باشه و احتمالاً در زمانهای بعدی میتونه که آسیای میانه هم باشه و یه دور نیست که امی تحولات آغاز سرسلسله تحولات در منطقه و در جهان باشه. شکر آقای ادمر. یعقوب صاحب با شما هستیم. بعد از اینکه نیروهای مخالف قذافی، یعنی نیروهای مخالف دولت قذافی داخل طرابلس شدن، سرنوشت خود قذافی را شما چگونه به بحث میگیرید؟ بنان آورید لیدون کت از سلام پا وړاندې کولو سره دا اوس روښانه سوې ده. قذافی سره له دې چې په پخوا کې دا ویلی دي چې دی به کله هم تسلیم نه شي، او دی به لکه د مبارک په شان یا هم هغه د تونس رئیس جمهور د هغه په شان چې هغه سعودي عربستان ته وتښتېد یا هم د خپله مبارک په مصر کې او بل ښار ته لاړه، ده ویلی چې زه به دغه لاره مخکې ونه نیسم. خو داسې ګڼل کېږي چې یا به دی په مخامخ جګړه کې وزل کېږي او یا به د تیښتې لار خپلوي. آقای یعقوب، در صورته که کشته شود پیامدهایش چه خواهد شد؟ دغه اوس دا د لیبیا ټولنه چې مونږ اورېدلې ده، دا یوه قبیلوي ټولنه ده. بله، طبیعي ده چې د ده د قبیلې او د ده د یو شمېر پلویانو غبرګون به له ځانه سره ولري.
دا به سړی نشي ویلی چې ټول به قرار کینی. که دای رښتیا هم ووژل شي نو یو لانجه راځي منځ ته، د ده طرفداران چوپ نه کینی او د ده غچ اخلي او لانجه دوام کوي، جنگ و خونریزی او وینې تویدنې به دوام وکړي. آقای یعقوب، شما گفتین که دو را داره، یا ای کشته میشه یا ای که فرار میکنه، امکان فرارش تا چه اندازه زیاد است؟ د اوسنۍ نړۍ کې اړیکې ډېرې پراخه دي، له هر لارې نه له هر بندر نه کیدای شي خلک په امکاناتو باندې د پیسو په واسطه باندې، یا دغه سړي 240 کاله واکمني کړې ده، دا طبیعي ده چې دوی به په هره سیمه کې خپل پلویان ولري، ځایونه به عین له ور د مخه جوړ کړي وي، امکان د تیښتې سته ده. په صورت که فرار کند باز هم پیامدهای چه خواهد شد از دیدگاه شما؟ چې فرار وکړي بیا هم دی آرام نه کیني، ځکه دا د قذافي طبیعت داسې نه ده لکه د مبارک غوندې چې هغه کینی محکمې ته، او بل هغه په عمر باندې ډېر زوړ ده، تقریبا 20 کلن ده، دی په عمر باندې 80 یا 90 کلن ده، دی تر هغه ځوان ده، دی تر هغه ځوان ده، نو بیا هم آرام نه کیني د قدرت ده او د واک د ترلاسه کولو. فکر میکنی کدام کشورها باز هم قذافي ره کمک خواهد کرد تا در بالاخره لیبیا را نارام بسازه؟ به گفته شما د ده ډېر نږدې دوست په مرکزی امریکا کې هوګو چاویز ده، د وینزویلا جمهور رئیس، هغه به د سره مرسته وکړي، خو د هغه دومره ډېر دغه نه لا مټ دومره پراخ نه ده. او بله دا چې دی بیرته واک ته نشي راتلی، ځکه دی دا اوس په واک کې ده عملا، نو ځکه دی بیا واک ته نشي راتلی، ولې د نارامه کولو امکانات بیا هم لري. دی د یوې قبیلې پورې منصوب ده چې هغه قزازفه په نوم باندې یادیږي، او د ده د قبیلې په خلک د ده پلویان دي تر یو بریده پورې، ښایي ټول به نه وي، ولې د ده پس له دې چې د لواک نه لري هم سی که ژوندی پاتې شي، نو دا شونې نه ده چې دی د چوپ کینی لکه د مونږ بابا غوندې لاړ شي کرا په روم کې، بیا د واک د ترلاسه کولو هڅه ونه کړي. دی به حتما د واک د ترلاسه کولو هڅه وکړي، او له خپلو سیاسي حریفانو نه به د غچ اخیستنې هڅه حتما وکړي. تشکر آقای یعقوب خلوتش، با شما هستیم. در صورت که قذافی اسیر شود، چی فکر میکنید که مخالفین دولت کنونی لیبیا ایره به محکمه هاگ خواهد فرستاد یا خیر تا در محکمه هاگ محکمه شود؟ مقدمتا پیش از اینکه سوال شما رو جواب بگویم، اول سلام خدمت ویندو عزیز تلویزیون شما، خدمت شما، خدمت کسایی که صدای ما رو بشنوه ما رو میبینه تقدیم میکنم. ببینین، اگر احیانا آقای قذافی اسیر میشه، یکی امرایش چی برخورد میشه، ما میخواییم در مقدمه یک پای خاطر عد کنم. ما شما شاید استیم 6 ماه پیش مردم لیبیا با احساس پاک اقدام نیک کردن با تظاهرات، که متاسفانه بدبختانه ای اقدامشان آهسته آهسته اقدام مردمیشان به اقدام نوکر منشانه تبدیل شد، به این مفهوم که کشور فرانسه به اساس مناسبات ذاتی که با کشور لیبیا داره و بعضی مشکلات نفتی در رابطه با لیبیا داره، مستقیما خصومت خود با معمر قذافی اعلان کرد، با رژیمش اعلان کرد، جامعه جهانی رو ما شاهد هستیم جمع کرد، اونا را گفت و مصارف مالی به گردن گرفت و مخالفین دولت دعوت کرد، مخالفین به رسمیت شناخت، به سفیر لیبیا را از فرانسه اخراج کرد. یعنی امی جنبش خود جوش مردم فروخته شد و وابسته به یک گروه شد، حتی یکی از رهبرای همین جنبش مردمی ترور شد در خود لیبیا. و آقای خیراتی، در صورت که حمایت جامعه جهانی نمی بود، امروز مخالفین دولت لیبیا میتونست که بعد تراب دسترسی پیدا کنند؟ ببینین، حمایت ما چی نمیگیم؟ حمایت ما ایره نمیگیم که دو بمبارد کو، شهرها را خراب کو، مردم از بین ببر، ملکی ها را بکش، اطفال را بکش، تعلیمین را بکش، معلمین را بکش. ناتو عملا در ساحه بسیار بمبارد نامردانه، ناجان مردانه کرده. امو رقم که ناتو یا ائتلاف نامردانه بالا عراق حمله کرد، گویا اینجا گفت سلاح هستوی است و صدام حسین متهم به این کرد که سلاح هستوی داره. و بالاخره تا حال هیچ مطبوعات، هیچ کسی، هیچ آگاه اموری و هیچ سیاسی از امریکا پرسان نکرد که کاکا مسلای استوی عراق چه شد که تو به این بهانه حمله کرده بودی؟ ببینید، مشخصا سر جواب سوال بگید، در صورت که اسیر شود به محکمه خواهد فرستاد؟ یک چیز واضح است، به دوله که فرانسه میزنه با او دول میرخصه، کسایی که در لیبیا فعلا حاکم هستن یا قدرت انقریب به دست میگیرن، من به اطمینان بر شما میگم نه به محکمه هاگ سپرده میشه، نه به محکمه مردم، فقط مستقیما به رئیس جمهور فرانسه تسلیم داده میشه، تصمیم سرنوشت آقای قذافی را رئیس جمهور فرانسه. چی فکر میکنید رئیس جمهور فرانسه با
آقای قذافی چه خواهد کرد؟ مناسبات عمیق سابقه آقای قذافی را که ما با رئیس جمهور فرانسه ببینیم در رابطه به قرارداد نفت، امو رقم که عربستان سعودی با اسامه بن لادن در رابطه به مسائل نفتی بعضی مشکلات داشته، بالاخره اسامه متواری شد به کوه افغانستان. اونم و نتیجه هم دیدیم که از اسامه چه قسم انتقام کشی کرد ایالات متحده امریکا و همکاری عربستان سعودی و امریکایی و کمک امریکا، همون قسم انتقام کشی ما منتظر از این هستیم که فرانسه هم داشته باشه از آقای قذافی. قذافی از طرفداران خود در لیبی خواسته است تا در مقابل مظاهره کنندگان استادگی کند و از دولت کنونی خود حمایت کند. حال سوال اینجا مطرح می شود که آیا مردم با حمایت قذافی برمی خیزد یا خیر؟ ببینین، ما اول مردم لیبیا را باید تعریف کنیم. مردم لیبیا کسایی است که هم آقای قذافی فعلا سرکوبش میکنه و هم بمبارد ناتو سرکوبش میکنه. پس قذافی است که خواه حاصله؟ ما ایگه فقط گموچی آقای معنوی آدمه که خیال است و جنون است و محال است و جنون که آقای قذافی در دو سی روز دیگه به اضافه تر بقا کنه و اونجا رژیمش بقا کنه و یا هم مردم علیه مردم جنگ کنه. قذافی دیگه تاریخش ختم است، قذافی رژیمش ختم شد، خلاص شد و البته با نیروی مردم نه، کل دنیا را میفهمه، با نیروی ناتو، با نیروی فرانسه، با کمک هایی که فرانسه یا کرد. شما من از طریق مطبوعات دیدین افراد اشخاصی که نه دریشی نظامی در جانش است نه تکتیک نظامی را مبارکت انداز ساهایی را میزنه کجا جاهای مسکونی است و از هیچ کس انکار کرده میتونه و ما میبینیم که ناتو کجا را بمبارد کرده بود، مکاتب را بمبارد کرده بود. ما تو تقاضا داشتیم شما شاید از من سوال کنین فرق حمله ناتو با در وقت رژیم طالبان بالای افغانستان با حمله ناتو بالای لیبیا چی بود؟ که آقای خلوتی برمیگردیم به این سوال. سپاس. آقای ادمر با شما هستیم. قذافی از مخالفین خود خواسته که به صورت فوری با ایشان گفتگو کنه. چه فکر میکنه؟ آیا خواست قذافی را مخالفین مسلح لیبیا خواهد پذیرفت یا خیر؟ تشکر. ببینید رهبر مخالفین مصطفی عبدالجلیل چند بار پیشنهاد صلح را رد کرد. بله. و به این معنی بود که مخالفین قذافی حاضر نیست که با رژیم قذافی سر میز مذاکره بشینه. گویا این پیشنهاد داخلین مرحله پیشکش شد که زمانی که ترابلس سقوط کرده و این پیشنهاد هم فورا از طرف مخالفین رد شد و برشان گفت که یگانه رایس که قذافی باید از قدرت دست بکشد. دیگه ما حاضر به صلح و مذاکره با قذافی نیستیم. آقای اتمر یک بار دیگر سوالات تکرار میکنیم. در صورتی که قذافی اسیر شود چه فکر میکنید؟ آیا مخالفین دولت لیبیایی را به محکمه هاگ خواهد فرستاد یا خیر؟ شما ببینید در مصر وقتی که حسنی مبارک استعفا داد و بالاخره به محاکمه کشانده شد، دیدیم توسط خود محکمه های مصر به محکمه کشانده شد. من فکر نکنم اینا به هاگ سپرده شوند در خود لیبیا. اگر زنده دستگیر شوند توسط مخالفین، به باور ما ای که اینا را در خود محاکم لیبیا محاکمه خواهد کردن و سرنوشتش اونجا تعیین میکنن. چرا خود معمر قذافی به این متهم است که افراد ملکی را در خود لیبیا کشته؟ اما آقای خروتی گفتن اینها به حکومت فرانسه و رئیس جمهور فرانسه مستقیما داده می شود. خب ما هر کس به نظر از اینا ما احترام میگذارم، به باور ما است که به فرانسه سپرده نخواهد شد یا در خود لیبیا اگر زنده، چرا خود قذافی از او افراد و اشخاص نیست که زنده تسلیم هم شود. ما به باور ما است که قذافی زنده تسلیم نمیشه، مثل صدام حسین وری تا آخره روی امو فکر و سیاست خود استوار خود بود، ولی بالاخره اگر زنده به نحوی از آنها دستگیر شود به محاکم تسلیم خواهد شد و محکمه انقلابی در موردش تصمیم خواهد گرفت. شما میبینین که در کشورهای عربی اگر کمکی به بحث بیشتر خود بریم، یک تعداد رهبرای بسیار نشنالیست ظهور کردند که از این جمله به طور مثال جمال عبدالناصر است، خود صدام حسین بود، اینمی قذافی بود، حافظ الاسد بود، که اینا کسانی بودند که صاحب یک مفکوره بود. خود معمر قذافی صاحب یک کتاب است به نام کتاب سبز، یک کتاب است که کاملا سر سیاست مردم خود، سر اقتصاد مردم خود و سر جامعه مردم خود این نوشته کرده و این کتاب ازی در سال 1975 بسیار مشهور شد، مثل کتاب های رهبرای مثل کتاب لیلین و ماسوتین و ایترا. ای تو یک کتاب
سیاسی بود که تا به امروز ما فکر میکنم پیروان از او به او معتقد است و از او پیروی میکنه، که یعنی خود از این در حقیقت در پالیزی که یک رهبر یک رئیس جمهور قوی بود، یعنی به حساب با دست آهنین این دارای یک سیاستی بود که سیاستش در کتابش نشر شده، مثل کیم ایل سون وری، مثل کیم ایل جون وری. این یک مردی است که با آسانی و با سهولت این تسلیم ناپذیر. آقای احمدتا چه اندازه امکان دارد که قذافی از لیبیا فرار کند؟ ما فکر میکنم یکی دو بار در یک ماه اکنون ماه گذشته شایعات پخش شد که گویا قذافی به ونزوئلا پیش دیگو چاویز رفته، ولی پسانه این خبر خودش رد کرد و گفت که من هیچگاه از لیبیا بیرون نخواهد رفتم و ما در ترابلس باقی خواهد ماندم. این که چقدر مقاومت امکان داره بعدا صورت بگیره، این هم دور از امکان نیست، برای از اینکه خود قذافی مربوط به قبایل است و قبایل است که اونا سرانشین هستند و قبایل قوی هستند در خود لیبیا، و امروز ای از یک چی رادیوی خود، بیانیه رادیوی خود، از او طرفدارای خود خواست که از ترابلس دفاع بکنن و به ترابلس بشتابن. ای که چقدر به تقاضا از ای دوستایش و یا افراد و اشخاصی که هم قبایلش هستن هم قبیلش هستن ناپاسخ خود گفت، این گپ بعدی است. ولی اگر چنین باشه که افراد از قبایل از اطراف به و به دفاع از ترابلس، ما فکر میکنم بجز از خونریزی بیشتر چیز دیگر نتیجه نخواهد داشت. و عالی، شما مثل که میبینید تاریخ همیشه ورق میخوره، امروز تاریخ قسم ورق خورده که امروز در سیاست لیبیا قذافی دیگه مطرح شده نمیتونه. تشکر آقای اطمان. یعقوب صاحب با شما هستیم. رشته بعدی تحولات لیبیا از لحاظ اقتصادی، سیاسی و بالاخره روابط ملی و بین المللی شما چگونه ارزیابی میکنید؟ دغه ډلې چې دا اوس د قذافي په ضد باندې راپورته شوي دي، دا همګونه ډله نه دي. په دې کې اصلا مشري د قذافي د پخوانیو مامورینو په لاس کې ده. د مصطفی عبدالجلیل یو قاضي و د قذافي په زمانه کې، دغه یو بل سړی په نوم د عبدالفتاح یونس چې څو ورځې مخکې وزل سه د کورنیو چارو وزیر و، ولی دا د قذافي پلویانو مړ نه کړ، دا د دوی په خپل منځي اختلاف په نتیجه کې مړ سه. زه فکر کوم هغه تورمیدور چې ورته وایي د ټولو انقلابینو ترمنځ، کله له انقلاب نه مخکې واقع کېږي، کله هم له انقلاب نه وروسته واقع کېږي، هغه انقلاب چې خپل بچیان خوري، هغه پیښه دلته لا له اوس نه پیل شوې ده. دا فتح یونس د دغه قرباني و، نو له دې نه وروسته حتما د دوی ترمنځ لانجې راځي، د دوی ترمنځ شخړې راځي، ځکه دا همګونه ډلې نه دي. په دې کې اسلام پال سته ده، په دې کې د قذافي پخواني مامورین سته، په دې کې د لویدیز پلوي سته ده، په دې کې هره ډله سته ده. نو د واک په سر به په راتلونکي کې دا ډلې حتما له یو بل سره وخوري، په دې کې هېڅ شک نشته. ولې دا چې څوک واک ته رسیږي، داسې کومه غښتلې ډله چې نورې په خپل ځای باندې کینوی شي، داسې ډله په دوی کې پیدا کیږي او کنه، دا یې بله خبره ده. ولی دا حتمی ده چې دغه ډلې به د واک په سر باندې حتمن سره خوري، لیبیا به تر یو وخته پورې بیا هم داخلي کړکیچونو ته ځي، دا ډلې به یو بل باندې د واک نه د لرې کیدلو یا په فزیکي بڼه یا په سیاسي بڼه یو بل حسبولو هڅه کوي. په دې خاطر زه فکر کوم چې د لیبیا راتلونکي داسې په نږدې وخت کې دومره ډیره رڼا نه ښکاري. په شما به یقین هستن که بعد از بین رفتن معمر القذافی یا بالاخره دستگیر شدن معمر القذافی، جنگ های خانه جنگی در لیبیا آغاز می شود؟ بله، د واک په سر جګړه به حتما پیل کیږي. دغه ډلې چې دا اوس واک ته رسیږي، معمر القذافی له واکه غورځي، دا ډلې به حتما د واک په سر له یو بل سره سیالي کوي. په منځني ختیځ کې او په تیره په دغه هیوادونو کې چې دا تیل لري، دلته یو عام فرمول ده: کودتا، تیل او منځنی ختیځ. بعد از خبر دوباره به گفته های شما برمیگردیم. بله. بینندگان محترم، بعد از خبر دوباره در خدمت شما هم برمیگردیم. باز هم خوش آمدید بینندگان محترم. آقای یعقوب، چی فکر میکنه حمایت کنونی که غرب از لیبیا و از مخالفان دولت لیبیا میکنه، چی فکر میکنه بعد از اینکه قذافی از بین رفت یا بالاخره دستگیر شد، همین حمایت هم ادامه پیدا میکنه یا خیر؟ ملاتړونه د ګټو په بنسټ وي. تاسې وګورئ، کله چې په
عراق کې کودتا وسوه. بله. د کودتا دوه فعالین چې یو عبدالسلام عارف و او بل عبدالکریم قاسم و، د دواړو یو ځای کودتا وکړه، خو د یو سر د کی جی بی له ګریوانه راووتل لستوڼي، د بل سر د سی آی ای له لستوڼي نه راووتل، او دوی دواړو د واک په سر یو بل سره جګړې وکړې. دا خلک به هم حتما د واک په سر له یو بل سره جګړې کوي. اوس نو ګوره چې زورور راجي کېږي، نهنګ بیا نور واړه واړه مایان یا وخوړی شي یا څو نهنګان پیدا شي، په خپلو کې به حتما یو بل سره جګړې کوي. نو د لویدیځ ملاتړ به مشروط ملاتړ وي. هر څوک باید د خپل پلوي ملاتړ کوي. هلته وګورو چې د چا پلوي په واک کې راځي او هغه د خپل پلوي په واک کې د ساتلو څومره ظرفیت لري، څومره وړتیا لري، او مقابل لوری څومره کمزوری ده، څومره کولی شي خپل حریف لسانی نه لري کی. نو وروسته به طبیعي ده چې هر څوک د خپلو ملاتړو د خپلو پلویانو ملاتړ وکړي. تشکر آقای یعقوب. خروت صاحب با شما هستیم. با در نظر داشت تجارب لیبیا، مصر و تونس چه فکر میکنید سرانجام نظام های مستبد به کجا خواهد رسید؟ ببینید، اصلا حکم مستبد بودن به یک نظام مصطرف ما و شما یا اطلاق کردن به اونا فکر میکنم نارواست، در حق زوی گپ یا یک جفا است. روی چی دلایل شما میگید که جفا است؟ در حالی که مردم خودشان به خاطر به دست آوردن حق خود خسته بودند و بالاخره شرایط قسم شده بود که واقعا مستبد بودند. ببینید، در مصر ساحاتی را که اسرائیل به نام بلندی های جولا نسبیش مصر گرفت، اگر عرب ها خواهان حقوق حقه خود بودن یا هستن یا می باشن، ساحاتی که فعلا به نام بیت المقدس که نخستین قبله مسلمان ها است به دست یهود ها است، ساحات بسیار دیگه است که عرب ها را باید مجبور بسازن، باید یا مجبور شوند. آقای خروتی، آیا 42 سال حکومت کردن بالای مردم این خودش نوع استبداد نیسته؟ ببینید، ما هم الازرت ما ظاهرشاه رو 40 سال اینجا بالای خود حکومت داشتیم. شما حکومت میکنید، اما باز هم مردم تا اندازه از ظاهرشاه راضی بود ولی از قذافی راضی نبودن. از چرا مردم در مقابل شاه خیستن؟ مقایسه کنیم، ما ملای ظاهرشاه خیستیم، کودتا کردیم، جهاد کردیم، بالاخره این روزگار ما اینی است که 47 مملکت آمده است بر کدام به سهم خود هر شرکت هم در میکنه. بالاخره نتیجه شمی است که ما شما پارلمان که اعلان شدگی است از افرادش که در اوجا بود محکمه فیصله را که فیصله قرآن است، ببینید ما شما قضایای محاکماتی ما از طریق فقه نفی چی میشه و فقه نفی مذهب ما شما است و قوانین جزای ما به اساس فقه نفی جور شده. ما فقه نفی را زیر پای کردیم، یک کمیسیون نامنهادی که به نام کمیسیون بوده و تعیین کردیم، چند نفر که هیچ تصور نمیشه تا آوردیم قدودی انداختیم در بین پارلمان خود. نتایجی است که 40 سال از مازدار شاه پاچایی کرد و بالاخره آرام پاچایی کرد، هر کس آرام خوامی کرد، هر کس لیبیا چون این چیز نبود. شما وقتی که داخل تماما در مجموع اوزای عمومی کشورهای عرب نه تنها لیبیا را فعلا در سوریه اوزای که از مطالعه کنین، در مصر ببینین، در سودان، بالاخره میایم در یمن، اینجا تمام جنگ ها ریشه از دیگه جای است، یعنی از دیگه جای عمومی. اما شما قبلا خودتان گفتن که در اول مردم خودشان خیستن، خوش جوش بودن، ولی بعد هم باسه شد. ولی ریشه هایش پس مردم روی کدام اهداف خیستن؟ مردم به اساس نارضایت هایی که داشتن تظاهرات کردن و تظاهرات در قانون در تمام دنیا حق مثلا هر کس هست، ممنی برا که تنداز ولی باز هم از طرف قذافی و نیروهای قذافی سرکوب شد. ما این هیچ وقت قبول نمی کنم. سرکوبی که فعلا میشه توسط حوزالاسد مردم مسلمان سوریه سرکوب میشه، امون آتو و امون قوای فاقای رئیس جمهور فرانسه کجا است که در قسمت روزانه چند صد نفر سوریه مسلمان های سوریه کشته میشه؟ تلفاتی که در سوریه بود فکر نکنم در لیبیا بود. چرا ما چشم به خاک مردم بزنیم، از خان مردم مخشوش کنیم؟ بیایید بر 5 دقیقه با حکم وجدان مقایسه کنیم اوضاع سوریه و اوضاع لیبیا را. زمانی که اوضاع سوریه و لیبیا را، چون لیبیا بار سوریه زمین و آسمان فرق داره، اما چون سوریه پشتیبانه
سوریه و لیبیا. سوریه پشتیبانی های بین المللی داره، ایران در موضع دفاع سوریه قرار داره، چین در موضع دفاع سوریه قرار داره، کشورهای دیگه در موضع دفاع سوریه قرار داره. بنان در مقابل سوریه نه رئیس جمهور فرانسه صدای خود کشید، نه ناتو صدای خود کشیده و نه هم میکشن روی کاغذ، روی اعلامیه ها عملا هیچ گونه عمل علیش صورت نگرفته. آقای خلوتی، خود شما جواب خودتان گفتین که اینها حمایت میشه از طرف کشورهای خارجی، با آن هم به خاطر از اینکه مردم خود خودشان بکشن، ولی باز هم زمانی که در لیبیا کسی حمایتش نمیکرد، باز هم جامعه جهانی عکس العمل از خود نشان داد و خواست که بالاخره حق مردم برایشان بده. ببینید عکس العملی که جامعه جهانی چی کرده، ما به دو کلمه خلاص میکنیم. یکی خود یک جبهه جدید برای خود ناتو ایجاد کرد که مصارف یا مالی که از مردم خود میگیره، مردم بیچاره خود دوجا مصرف کنه. یکی دیگه گپای آقای یعقوب مقصد فیصد تایید میکنم که جنگای داخلی، آغاز جنگای داخلی در لیبیا بود. آیا به نظر شما لیبیایی که تحت رهبری معمر القذافی بود، اوجا هیچ کشته کسی کشته نمیشد و وضع اقتصاد مردم هم نرمال بود، او خوب است؟ یا شما منتظر خانه جنگیایی باشین، منتظر جنگهای داخلی باشین، بالاخره منتظر تجزیه باشین، بالاخره افغانستان دوم، عراق سوم در لیبیا جور میشه؟ عملا ما شما ببینید نتیجه مداخله کشورهای، ولی بالاخره مردم توقع از این داره که دموکراسی در اونجا بیه، آن هم با حمایت غرب. ببینید غرب هم امین هست شعار امیده که ما صدای دول میگه، صدای دول از دور خوش است. امی دموکراسی را ما هم در میجه بعد از کنفرانس بند گفتیم، بیای یکی بیشتر افتاد بسیار محدودی به نام طالب ها میجه حاکم بودن، اونا همگی فرار کردن. ما بعد از سال 2002 دیدیم که گراف موجودیت مخالفین و گراف ضعیف بودن حکومت به چه شکل رفت. وقتی که در کنفرانس بند فیصله شد، یکی از موادی که فیصله شد بود که اینجا باید دموکراسی بیاید. بیاین ببینین در کجا دموکراسی آمده، کجا از دموکراسی های شما دموکراسی را وقتی که از چهارآسیا بیرون میبرین احساس میکنین، آیا شما از نواحی کابل خارج میشین به نام دموکراسی چیزی را میشناسین؟ بنان در پلانی که جور شده بود یا در صحبت ها یا در کاغذ چیزی که نوشته است بسیار خوب است، خوش آدم میه، صدایش از دور خوب است، اما وقتی که عملا بیاین و انوز هم شما ببینین، جناب آقای یعقوب یک چیز بسیار خوب اشاره کردن، تا حال اونا به قدرت نرسیدن، رهبرای خود از بین بردن، بین خودشان شروع شده جنگای داخلی و بالاخره این جنگای داخلی به جای خود رسید که ما و شما شاهدش خود بودیم. به نظر من در شرایط فعلی برای مردم عرب لازم می نیست که علی حاکمیت خود قیام کنند، علی کسایی که مکان مقدسهشان زیر پای کرده، علی کسایی که خاکشان گرفته، علی کسانی که در کره زمین خاک نداشتن، وطن نداشتن و بالاخره لبنان، بالاخره فلسطین گرفتن به نام اسرائیل و کشور ایجاد کردن، علی از نو باید اینا متحدن، امی خون خود اونجا می ریختاندن، نه اینکه در برادر کشی خودشان. این ما در موضع دفاع از لیبیا نیستم یا در موضع دفاع از مخالفین سوریه نیستم، اما برای مردم عرب دلم می سوزم، برای مردم عرب واقعا منایس یک مسلمان که هم میان اینجا تلفات میتن انتحاری میکنن خدا، هم در جواب دیگه و بالاخره زندگی خودشان در اون حالت است که ما شما مدن سریق مد باد. شکر آقای خلطیت مرسی با شما هستیم. از اوادس لیبیا مصر و تونس حاکمان مستبد و دیکتاتور چی درس را گرفتند؟ خودتان میفهمین زمانی که یک حاکمیت برای 40 سال یا 42 سال دوام میکنه، خود به خود لازم است که تغییرات باید اونجا به وجود بیاید. شما مرحله ابتدایی خود قذافی را اگر مطالبه کنه، سالهای دوامش، سالهای 15-20ش، قذافی یک رهبر بسیار خوب برای لیبیا بود و هم برای جهان عرب بود. من بیادم از زمانی که قذافی به کنفرانس های کشورهای عدم انسلاک می رفت، بسیار زیاد از طرف کشورهای عربی پذیرایی می شد و حتی پیشکش رهبرای کشورهای عربی بود. حتی یک دفعه بیادم است وقتی به کنفرانس رفت، امی فیدل کاسترو رای بسیلی زد. فیدل کاسترو رهبر کیوبا، یک مرد بسیار بزرگ تاریخ کیوبا است، ولی در اون کنفرانس یک قدری مغرور بود که فیدل کاسترو را بسیلی زد. بعدش وقتی پسانها از امکاناتی که خودش در لیبیا به دست آورده بود به فکر ثروت و سرمایه شد، امروز هم به بیلیون ها دلار خود آقای قذافی و پسرانش سرمایه دارد در خود لیبیا و بیرون از لیبیا، که شما میبینید که نمی مسائل است که مردم از رهبری دور میسازد و یک رهبر دموکرات و نشنالیست به رهبر دیکتاتور تبدیل میشه. چونچه خود حسنی مبارک یک مترقی بود، یک دموکرات بود، یک شخص نمونه بود در مصر، ولی آخر
حسنی مبارک به دکتاتور تبدیل شد. یا مثلا حافظ الاسد رو ببینیم. حافظ الاسد کسی بود که 30 سال سر سوریه حکومت کرد و سوریه را رهبری کرد و درست رهبری کرد. ولی امروز بشار الاسد پسر از او که ببین اول خو جمهوریت به میراثی نیست که از پدر به پسر به میراث برسه، چنانچه خود قذافی پسر خود سیف الاسلام جانشین خود انتخاب کرده بود، ولایت عهد خود انتخاب کرده بود. این گپا امروز کونه است. امروز جهان در تغییر و تحول است. امروز مردم چیزی نیست که هر چی که دکتاتورها بخواه مردم را قبول بکنه. برای که امروز جهان جهان 50 سال پیش نیست. یک چیز واضح است، این تغییرات روان است. اینا شما خود دیدین در تا یک سال آینده در یمن، در بحرین، در سوریه، در دیگر کشورهای عربی و بالاخره در کشورهای آسیای میانه، در منطقه ما امکان اینمی روند یا امکان اینمی جرش موجود است و به خاطر ازی که جهان داره نظم نوین و شکل نوین به خود میگیره و ما ناگزیر هستیم. یا باید این مثل یک تکنولوژی است، شما مجبور هستین امروز از تکنولوژی خود عیار بسازین با تکنولوژی که امروز دارین. اگر شما با تکنولوژی امروز خود عیار رو میسازین بسیار عقب موندین. این انقلاب سیاسی هم اینه میتر است، ولی خوب است یا بد است، این تغییرات ضروری است. بعد از این کسایی که میاین این رهبری رو دست میگیرن مسئولیت به دوش از اوناست. لیبیا رو به کدام طرف رهبری میکنن، به طرف خوب یا به طرف خراب؟ آیا لیبیا باز وارد جنگ های داخلی میشه؟ چی فکر میکنه شما؟ آیا لیبیا بعد از اینکه قذافی یا کشته و یا بالاخره دستگیر شد به طرف خوبی در حرکت میشود یا باز هم به طرف خانه جنگ؟ وقتی مردم این اتفاق داشتن که اونا تمام مردم لیبیا 7 میلیون نفوذ داره لیبیا و وقتی که تمام مردم لیبیا یعنی اکثریت ازی با پا میخیزه مثل مصر و تونس وری اونا برای یک تغییر عمل میکنن و تغییر با وجود میاره. ما فکر میکنم اونا از انقلاب خود، از آینده کشور خود، از رهبری جدید خود پشتیبانی خواهد کرده. بله. و این مربوط به مردم است. شما هر جا افغانستان فکر نکنیم که تغییراتی که در افغانستان آمد سبب افغانستان بسیار آسیب پذیر است. افغانستان در بین ایتور اژدهارا و ایتور دشمنهایی که ایتور به اصطلاح عسکری برچفک برای تباهی ازی، برای تخریب ازی، برای از بین بردن ازی شستن و او عناصر اعمال خود در داخل افغانستان داره و این اعمالش برای تخریب وطن خود کار میکنه. تمام کشورهای تونس مردم وطن دوست هستن، مردم وطن خود دوست دارن، مردم برای وطن خود جان میتن. متاسفانه کشورهای که ما دو قرار داریم از اطراف ما قرار داریم، اینا مضمون از اینا با کشورهایی که در تحول هستن بسیار فرق میکنه. ما تابع شرایط منفرد مشخص به خود هستیم و این تابع تغییرات و تحولاتی که در خود منطقه است و ببینین در رابطه با جهان است، این سر اوضاع افغانستان تاثیر میکنه. ولی گمان نکنم اگر در لیبیا، تونس و مصر اینطور خانه جنگی های صورت بگیره که بالاخره کشورشان به بحران دیگه بره. شما مسئله عراق اگر مثال میتین یا کسی اگر بخواه مسئله عراق امیالی هم در حقیقت نظم عرب است که مقاومت میکنه در مقابل یک تجاوزی که از بیرون صورت گرفته. اما در لیبیا خو این تو کدام تجاوز نیست، صرف پشتیبانی یا حمایت هوایی است. حمایت هوایی است. ببینید نیروی نظامی ناتو پیاده نیست و حمایت هوایی به این خاطر است که خود قذافی توسط طیاره و امکانات هوایی که داشت میخواست مردم لیبیا را بمباران کنه. چه فکر میکنه در سقوط قذافی عناصر داخلی رول هم در داشت یا عناصر بیرونی؟ اردیش شما دیدین که زمانی که ضرورت بود وقتی که سلاح برشان رسید به مردم به نیروه انقلابی زمانی که اینا ضعیف می شدن، اولین کار که ناتو کرد تمام قوت های نظامی هوایی لیبیا را از بین برد. اگر نه لیبیا می تانست که تمام شهرها را بمبارد بکنه، ولی اونمو قوت های هوایی و فنافند هوایی و مدافع هوایی را از بین برد. بله، تشکر آقای حتما. یعقوب صاحب با شما هستم. سقوط قذافی چه تأثیر برای دیگر کشورهای عربی و کشورهای غربی خواهد گذاشت؟ مخکې له دې چې تاسو پوښتنه ته ځواب ویم، د په ډېرې بښنې سره د خروټي صاحب یوه
وړه تیروتنه غواړم اصلاح کړم. دا د جولان لوړې څوکې له سوریې نه اسرائیلو لاندې کړي نه له مصر نه. په دې خاطر چې اورېدونکي دغه بحث زمونږ اوري یو دغه ساوي دغه باید ونیسي. تاسو پوښتنه په دې کې وه چې د قذافي سقوط به د نورو عربي په نورو عربي هیوادونو باندې څه وي؟ دغه څپه له تونس نه پیل شوې ده. د تونس څپو حسنی مبارک ډوب کړه او له هغه سره وروسته د قذافي نوبت و. قذافي هم ډوب شه، له دې نه وروسته به نور هم ډوبېږي. دا هغه څپې دي چې په منځني ختیځ کې له کلونو کلونو راهیسې درسته ده. د دوستان استاد اتمر ده او خروټ حساب شي. زه غواړم خپل نظر ووایم، نه چې د دوی نظر نفي کوم. اصلي خبره دا ده چې دغه دلته دغه واکمنو که رئیس جمهور و هم دغه میرا دغه واکمني داسې ګڼله چې دا نو د خدای پاک په فرمان باندې درته رسېدلې ده. او که پاچا دغه حکومتونو دغه مشران داسې ګڼله چې دغه حکومتونه د دوی غلامان دي. دا چې د کومې روانشناسۍ له مخې هغه دلته بحث نه ده، ولې دوی داسې انګېرله، دا خپله یو بل بحث ده چې دوی څنګه دغه یو احساس پیدا کړی وي چې حتماً باید واکمن واوسي او خلک باید د دوی اطاعت وکړي. دا بل سوال نه، خو دغه حکومتونه چې په دوی باندې حاکم وو، دوی که رئیس جمهور وو هم کورنۍ رئیس جمهور وو. تاسې ولیدل استاد مخکې ورته اشاره وکړه چې حافظ الاسد خپل زوی بشار الاسد خپل ولیعت ټاکلی وو، سیف الاسلام مامور القذافی خپل زوی سیف الاسلام ټاکلی و، دغه رقم د یمن رئیس جمهور علی عبدالله صالح هم خپل زوی ټاکلی ده. په دغه لړۍ په نورو کې هم روانه وه او خپل مبارک هم خپل زوی خپل ځایناستی ټاکلی و. نو طبیعي ده چې ملتونه اوس راویښ شوي دي، په دې کې هېڅ شک نشته. ملتونه نه غواړي چې اوس بیا هم په هماغه ډول چې په شلمه پیړۍ کې وو یا هم په نولسمه پیړۍ کې وو په هغه بڼه زندګي وکړي. دغه څپې د دغو د وګړنیزو واکمنو یا د ملتونو د واکمنۍ څپې یو منځنۍ آسیا ترنه لرې پاتې ده چې دلته به هم راورسېږي. مخکې استادو اشاره ورته وکړه او دا منځنۍ ختیځ تر پاتې وو. ولې داسې څه بڼه؟ دوی خپل یو ځانګړی جوړښت لري. له بده مرغه وښیي چې دغو کسانو چې دلته واکمني کړې داسې بنسټونه یې په ځای نه دي پریښي چې هغو دې بیا په راتلونکي کې هم د واک د سوله ییزې لیک ته لارې برابرې کړي. که تاسو د مبارک مثال راوړئ، مبارک په ځای باندې د هغه پلویان خپله پوځ دی، د پوځ افسر و، د وسلوالو پوځ د هوایي ځواکونو قومندان و او د وسلوالو پوځ اعلی قومندان و. له دنه واک پوځیانو ته ورسېده، اوس هم هغوی واک لري. خو د قذافي بیا بله بڼه ده. قذافي باندې ټول ملت راپورته شوی ده، یعنې د ملت ډېره برخه، خو دغه ملت ډېره برخه هم متشدده ده. دوی په پخوا کې د واک د سوله ییز لیک کومه مخینه نه لري. هلته داسې سیاسي ګوندونه یا دغسې کلک بنسټونه نشته چې واک په اسانۍ سره له یو لاس نه بل لاس ته لاړ شي. نو په عربي نړۍ کې به طبیعي ده دغه څپه به راځي. هغه کسان چې بیا له کلونو کلونو راځي په میراثي بڼه په واک کې پاتې دي، دا څپې به دوی پسې اخلي. په شما به یقید هستین که بعد از سقوط قذافي نوبت بشار الاسد در سوریه است؟ د اسد نوبت خو بالکل ده، خو دلته یو څه مسله فرق کوي. مسله په دې ځای کې فرق کوي چې سوریه مخامخ له اسرائیلو سره په جګړه بوخته ده. یا سوریه او اسرائیل سیاسي اړیکې نه لري، البته پټ اړیکې به سره لري. دوی یو په بل باندې د خاورې دعوه لري. متحده ایالات تر ډېره نن چې په قطعي ډول د اسرائیلو ملاتړ کوي، او که چیرې په سوریه کې له بهر نه مداخله په دغه اوسني پړاو کې اوسي، دا به یو بل غبرګون لري. ښایي له اسد نه ملاتړ زیات کړي په دې ګټې په ځای باندې. آقای خیراتی با شما هستیم. تاثیرات سقوط نظام قذافی را شما برای ایران و افغانستان و دیگر کشورهای عربی چگونه به بحث میگیرید؟ ببین، اگر با موقعیت جغرافیایی و زیر ساخت ها و عقاید مردم ایست چند کشوری که شما نام گرفتین با هم مقایسه کنیم، می مشاشن تشابهاتی نداره که او تاثیرات از او بالای کشورهای ما باشه.
اما آقای ادمر و آقای یعقوب گفتن اینها آیست آیست تمام کشورها را میگیرد. گپی که فعلا در عرب شروع شده این مشابه و مو انقلاب های دموکراتیک و جنبش های کمونیستی است که در یک دهه یک دمی در نیکاراگوا، گواتیمالا، کیوبا جایا توسط شورای وقت سازماندهی شده بود و شروع شده بود و در افغانستان هم حزب دموکراتیک خلق افغانستان حاکم شد. بالاخره در ایران هم حزب توده و بلاوز بالایش به حساب خمینی ها گویا کودتا کرد و شما دیدیم اما در جنگ عراق با ایران هر کس که عضو حزب توده میشد یک دفعه باید در جنگ ایران عراق شرکت میکرد. خب بالاخره خمینی ها سرناکم شدن و کمونست ها را از بین بردن. اینجا من به نظر من ای با مو انقلاب های دموکراتیک میمانه یا با مو جنبش های مردمی میمانه که توسط شوروی ها توسط کتابی به نام لنینیزم یا خط به نام لنینیزم رهبری میشد. و اما شما پس در کشورهای عربی فعلا از طرف کدام کشور بزرگ رهبری میشه؟ خب کسایی که این عملا در عقب از این قرار داره ما شما میبینیم فرانسه مستقیما کشوری است که در عقب جنجال های لیبیا قرار داره و ما میبینیم ناتو کشورهای ناتو در مجموع کشورهایی است که در سرکوبی حکومات قانونی لیبیا یا مثلا مصر باشین صدام حسین در عراق اونا سهم گرفتن. در رابطه مصر ما مصر سوریه عرب در مجموع پیشتر جناب یعقوب یک اشاره کردن در مثل صحبت های ما سر بدندی های جولان وقتی که جنگ عرب اسرائیل شروع شد در او تمام عرب یک طرف بودن کشور مشخصی با اسرائیل جنگ نمی کرد و یک قسمتی که اسرائیل زیر کرد و تعال نگاه کرده او شهر نه تنها بر سوریه است بلکه بر تمام عرب است بر عرب است که علیه امیال علیه حاکمیت خود تفنگ گرفته و ایوازی که بنیاد حاکمیت خود تقویه کرده اونا ضعیف می سازه زمینه را بر یهودها مساعد می سازه که یهودها درست حاکمیت سرش بکنه هدف ما. اما آقای ادمر و آقای یعقوب گفتن اونجا حکومت های مستبد حاکم بود. نظریات آقای ادمر بسیار معقول است و پیش خود محترم است پیش ما و اونا نظریات خودشون است همچون از آقای یعقوب در بحث های سیاسی معمولا هر کس نظر خود میتن مسایس چی نظر خود است. به نظر ما یکی خود تشابهاتی که فعلا در خود عرب شروع شده به موشی شباهت داره که شوروی سازماندهی کرده بود در آمریکای لاتین اول آمریکا و همدستایش در عرب سازماندهی کرده و منشی آخریش شاید نسل بعدی یا شما جوانا که مانین ببینید که هدف اساسی کی بود پشت پرده چی بود و تضعیف اسلام بود تضعیف عرب بود به خاطر از اینکه گویا اسرائیل با قوت تمام در منطقه حاکم باشه و یک سخنایی که ببینید سخنایی که رئیس جمهور ایران بار بار میگه که ما نمیخوایم کشوری بر روی کره زمین به نام ایران به نام اسرائیل وجود داشته باشه یا اسرائیل ما اینطور میکنه اونطور همین صحبت ها نتیجه چی شده که غربی ها متوجه از این شدن که باید این سیستم در عرب تضعیف شوه و دشمنای اسرائیل تضعیف شوه که نشوه بالاخره این خوابی که ایران دیده او عملی شوه علی اسرائیل. پس شما به یقین هستید که هیچ تاثیر بالای سوریه ایران و افغانستان متاسفانه نداره؟ در سوریه واضح است همگی میفهمند جنگ بین شیعه و سنی است حاکم شیعه هاستند سنی ها علیش خیسته و در یمن قدرت پیش سنی ها علی شیعه ها خیستن جنگ بین شیعه است و در لیبیا مردم واقعا از خزافی به بینی رسیده بودن اونا خیستند که متاسفانه آلی دست فرانسوی ها شدند آلی دست ناتو شدند. پس شما باز هم قبول کردین که از حکومت مستبد خود اینها بله اونا به اساس باشین به اساس مظاهراتی که قانون بهشون حق داده بود به اساس تظاهراتی که حساب هر بشر حق داره که انتقاد کنه تا مظاهرات کنه او را به حساب از او پیش میرفتن اما وقتی که کسای دیگه خواست انتقام کشی کنه که به مشخص هدف ولی قبل از او قذافی و نیروهای قذافی مردم خود به خاک خون یکسان کردن. ببینین با او شدتی که ناتو در قسمت لیبیا ناجوان مردانه عمل کرد و لیبیا را چی کرد نظیر آدم کشی هایی که امیال سوریه در کشور خود داره از او کده بسیار آدم سیستم تعرضی که یا وقت تجاوزی که حکومت لیبیا یا طرابلس بالای مردم خود کرده بود او به هزارم ایسی نمیرسه که سوریه بالای مردم خود امیال را آداشتا میکنه. سپاس مهمانان عزیز از حضورتان در برنامه. بینندگان محترم سپاس از شما هم تا برنامه بعد شما را به الله پاک می سپارم.